25 روز شهریور ماه برابر با 16 سپتامبر سال 1285 خورشیدی برابر با 1906 میلادی، برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی در ایران پس از صدور فرمان مشروطیت و تصمیم گیری درباره تأسیس مجلس شورای ملی، دوره نخست انتخابات مجلس در تهران و سراسر کشور برگزار شد. نمایندگان دوره اول بر اساس ماده نخست نظامنامه تدوین شده، نه بر اساس رأی مردم که با رأی اصناف، شاهزادگان، علما، تجار و ملاکین انتخاب می شدند. با این تصور که هر صنف و طبقه بهتر از سایرین نسبت به مشکلات خود آگاه است. همچنین از تهران 32 نفر و سایر شهرستان‌ها به میزان جمعیت بین 6 تا 12 نفر برگزیده شدند. حداکثر نمایندگان مجلس نیز برای نظامنامه 200 نفر بودند. سال 1320 خورشیدی برابر با 1941 میلادی، آغاز سلطنت محمد رضا شاه پهلوی. پس از تهاجم ارتش سرخ شوروی از شمال و ارتش انگلیس از غرب و جنوب به ایران و اشغال نظامی کشور در جریان جنگ جهانی دوم، رضا شاه پس از 16 سال تلاش برای آبادانی ایران ناچار به استعفا گردید و فرزندش محمد رضا پهلوی ولیعهد را به جانشینی خیش برگزید. رضا شاه که در این شرایط با خانواده‌اش راهی اصفهان شده بود، در ابتدا تصمیم داشت تا به هندوستان یا ژاپن و سپس به شیلی سفر کند، ولی در طی سفر به او اطلاع دادند که دولت انگلیس با رفتن او به هندوستان مخالف است. سرانجام رضا شاه به ناچار به جزیره موریس در اقیانوس هند و پس از مدتی به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی تبعید گردید. سال 1380 خورشیدی برابر با 2001 میلادی، در گذشت احمد شاه مسعود، نظامی و سردار مبارز افغانی که در شمال افغانستان به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات متوسطه راهی کابل شد و از دانشگاه این شهر در رشته مهندسی فارغ التحصیل گردید. احمد شاه مسعود در 20 سالگی به عضویت حزب جمعیت اسلامی درآمد و پس از چندی به فرماندهی شاخه نظامی حزب رسید. وی همزمان با حمله ارتش سرخ شوروی به خاک افغانستان به جنگ با این نیروها پرداخت و تا زمان عقب نشینی و شکست شوروی لحظه ای از مبارزه دست نکشید و اسلحه‌اش را بر زمین نگذاشت. اما خروج نیروهای شوروی سرآغاز تفرقه ها و درگیری های متعدد داخلی گردید که در نهایت به شکل گیری گروه طالبان و ایجاد جبهه متحد اسلامی علیه آن انجامید. در این میان احمد شاه مسعود با بهره گیری از تجارب طولانی خود در جنگ به وزارت دفاع و فرماندهی نظامی ائتلاف ضد طالبان انتخاب شد و ضربات مهلکی بر گروه طالبان وارد آورد. هرچند مسعود معتقد به گفتگو برای بازگشت آرامش به افغانستان بود، با این حال این خواسته وی به دلیل مخالفت طالبان عملی نگردید و جنگ‌های داخلی افغانستان ادامه یافت. احمد شاه مسعود در طول بیش از 20 سال مبارزه با کمونیست‌ها و طالبان خواهان استقرار صلح و آزادی در کشورش بود و در این راه از هیچ کوششی دریغ ننمود. امروزه از احمد شاه مسعود در افغانستان به عنوان قهرمان ملی یاد می شود.